به شهر غربت آواره شدم، به ملک مردم بیچاره شدم، از هم گسستم از وقتی که رفتی. ترانه ها را آتش زدم، آتش به قلب سرکش زدم، از هم گسستم از وقتی که رفتی. امیدوار هستم که یک روز تجلیلا را دید و بازدید وطنی را در وطن خود داشته باشیم، با توجه به اینکه وطن هنوز دچار آشوب است. سلام سلام سلام، چطور هستی؟ خوب هستی؟ سرتان خوب؟ خوب میبینیم میاییم ولی فرمین که برمان باشیم. I love you too. ما هم دوستتان از اشتوتگارت، از جرمنی. از جرمنی خیلی آرزو داشتم که اون ویدیویی که میگه که چی کرده درد داره شکم مثلا درد داره میگه درم درد داره حال تو هم درد گرفتی از جرمنی اینجا اومدی؟ همونجا درد ما پشت کدام اومدن گفتم که پیش خانم کریمی که نزدیک یک ببینیم ایشون. خود درد بی وطنی سال بله سه بله همین گفت گفتم همینجا درد خدا خالی کنیم مت پاس میگه کشنده تر از درد منت طبیبان است، کشنده تر از درد مهنت طبیبان است، خوش از درد مرا به شرط آن که بی دوا باشه. آقا آمده که درد داره ما ای میدان و تای میدان خار مغیلان از جرمنی آمده؟ بله سبا. از رای دور آمدی چنان صبور آمدی، خسته نباشی یار مانده نباشی، مشک ختن بر سرت بوی وطن در تنت مانده نباشی یار، خسته نباشی مانده نباشی. تشکر زنده باشی. این بخاطر از این که ای میدان و تای میدان از جرمنی آمدی و این ریشتا میگیرم که شما جوانا قد علم کنین که یک کاری کنین که دخترها را مکاتبه بسته کردن. آقا انشاءالله انشاءالله خدا کنه که یک نتیجه خوب بوده که پس مکتب باشه و یک خانم پس مکتب برای درد تزنایی مسدود بودن مکاتب دختران است. کمونتوم ما خوش هستیم که هیچ در افغانستان نباید جنگ شوه. اگر که هر چیزی شوه روی جنگ سیاه‌خانه جنگ خرابه. بله سه باید یک تفاهم بکنن که همه باید صلح بکنن با هم بشینن در یک میز. ما تقریبا یک 11 سال است که از وطن دور هستم. جرمنی رفتی؟ بله. جرمنا را خوش داری؟ والا خوب هستن، مردم های خوب هستن، به ضرر هستن، خوب هستن. در دین و آیینت خواه غرض نداره؟ نه هیچ اصلا که در اسلامیتت غرض نداره؟ نه هیچ چیز نداره. بسیار خوب، خوش آمدی، امیدوار هستم روزایی را که در واشنگتن هستی برات خوش بگذره. زنده باشین. غیر دیدن ما دیگه چی آرزو داری که کی ببینی؟ دیگه یک زن من برات پیدا کنی؟ والا دیگه که آمدیم یک زن دوم بگیریم. جای ده تاترین تا میشه اگه نام زن دوم نه من شوخی کردم. اگه جوان ها از تمام کشورهای این از پنج قاره آمده، آقا از جرمنی آمده، خوش بگذره برد. زنده باشین. نامت نگفتی؟ وحید هستم. وحید جان امیدوار هستم که درد تام دوا شوه بخیر. انشاءالله. مانت خلف به یادگارش پسرگر ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانیشو ما خانیش پسر میخواین صحبت کنی؟ میگه خاک ما عیف که در کام نهنگ است، هنوز ساز روزی خوش ما نغمه جنگ است، هنوز دگر آغوش وطن میکده هستی نیست، همه در ماتم استی کلونگ است، هنوز بیا آقا جان اینجا. ساز روزی خوش ما نغمه جنگ است، هنوز آر یو افغان؟ بله. و بچه لک لک تاجیک هستیم، تاجیک هستان نمیبینیم. خیر باشه آقا جان، میگه از دیو داد ملول هم و انسان هم روز روز بیاد تو هم. نه بیادر، چرا ما تنامش از دیو داد ملول باشیم انسان وقتی مسئله خوار کسی که قومیت دامن میزنه در قار خدا شما. نه 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 گب نیست، کجاش افغان گفتن هم این مسئله عزیز که بگوی که یک آدم بگوی تاجیک هست. ملول گفتن دان شیرین نمیشه آقا. چرا باید بگویم؟ وقتی یک چیز نمیتونم. اگر طرف بیعقلی میکنه ما و شما نکنیم، ما بگویم تحت نام انسان. نه برادر، ما هم انسان هستیم، هم تاجیک هستیم، هم از هر هویت ها از خود معنا و مفهوم خاص داره. وقتی که نمیگی تاجیک افغان هم نگو. یک تمام زنده با طالبیه که آخر کردن گفه که یک شیر خیلی بیاده که شروع کن. میگه شدم گمراه و سرگردان میان این همه ادیان، میان این تعصب ها، میان جنگ مذهب ها، یکی افکار زردشتی، یکی افکار بودایی، یکی پیغمبرش مانی، یکی دینش مسلمانی، یکی در فکر تورات است، یکی هم است نصرانی، هزاران دین و آیین از در این دنیای انسانی، خدا یکی ولی اما هزاران دین روحانی، رها کردیم خالق را گرفتاران ادیانیم. تعصب چیز در مذهب، تعصب چیز در اقوام، مگر نه این که انسانیم. اگر روح خدا در ماست، خدا اگر مفرد و تنهاست، ستیزت پس برای چیست؟ برای خود پرستی هاست. من از گژدم نمی ترسم ولی از نیش می ترسم، از آن گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم.
هراسم جنگ بین شعله و گوگرد و آتش نیست. من از سوزاندن اندیشه در آتش می ترسم. تنم آزاد اما اعتقادم دست بنیاد است. من از شلاق افکار توهی بر خیش می ترسم. دل مام درد دارم. من نمی فهمم امی هر کسی که تعصب مندازه، هر کسی که پشتون و تاجک و ازبک و ازاره میگه، اما دلایل چیست؟ من به تنگ آمد، به جنگ آمد. هر عمل عکس العمل داره. یک چیز شنیدی ناراحت است. اینال امی درد دلت بگو. سخن چو گفتی دلیلش بگو. خب. چرا دلت درد داره؟ به نظر من بسیار مختصر. افغان یعنی پشتون. ما هیچ وقت تعصب وقتی میشه که ما کلگی را بگویم، ما که تاجک هستم بگویم کلگی تاجک است. اینمی پشتون و افغان معنای مترادف داره بیادر. چرا ما کج بحثی میکنیم؟ اینمی سلسله، اینمی که افغان از کجا شده، اینمی بحثش خودش یک فاشیستی است. بحث هویت ها میه. بازی کرکت دیدین با پاکستان که همه ما تحت نام افغانستان بودیم. بله. وقتی پاکستان چی خوب است که می پشتونا یا می تاجک کلگی ما زیر یک چتر اگه به مال چی بسیار خوب میشه. ما باید با احترام با ارزش های خود یکی دیگر نمیشه که ما تنها ما گپای خودم از سر شما تحمیل کنم ولی از شما رید نشنوم. خیر ببینید متوجه هستین من شما حالا نمیشه بیرق قومی مریم میگن می ملی زلتان قبول میکنه نمیکنه بسیار بزرگ است. من نمیفهمم از کجا شروع کنم. ما عیف وطن ما نه. من یک نصیحتت میکنم بچم، گوش کو ای جان من تا این سخن یادت نره. قصه تاریخ این خاک کهن یادت نره. داستان رات مردان وطن یادت نره. در کنار بسترت حرفای من یادت نره. گرچه انسانی ولی آدم شدن یادت نره. قیمتی از هر طرف دیده درایی میکنه. دلار و کلدار هم قدرت نمایی میکنه. زندگی هم با غریبان بی وفایی میکنه. هر کجا پا میگذاری زن گدایی میکنه. کودک تشنه لب آن بی وزن یادت نره. روز شب دیدم که طفلان در فغان افتاده بود. از خیال نازکشان رنگ نان افتاده بود. گویی که سنگی ستم از آسمان افتاده بود. داستان ناتمام فقر زن یادت نره. این قسمت شگوش که به تو میخوانم. ای وطن تو زادگاه مردم داناستی. یک دم بر خود نظر کن از همه بالاستی. زادگاه جامی و خوشحال و مولاناستی. هم سنایی و عطار و بو علی سیناستی. این زمان آوارگان بی وطن یادت نره. گاه گاه یاد آن شبهای پغمانم بخیر. یاد فصل مستی انگور پروانم بخیر. میله نوروز و دربار سخی جانم بخیر. میله نوروز و دربار سخی جانم بخیر. جشن استقلال و شبهای چمن یادت نره. استقلال ما هم دروغ. استقلال ما هم دروغ. از کجا استقلال دارم؟ میگه آقا میگه آتش در سینه دارم از نیاکان شما. همین ببینم هر چیز کساز نداشته باشه به گذر زمان میای از بین میره. استقلال نداشتیم. اید نداشتیم. حالا کی گرفت؟ خی پدرش خی کی بود؟ پدرش نوکر انگلیس بود. عمو بادار ماست، عم خودش. اصل مسئله آزادی و استقلال هم خودش یک بحث بزرگ است. او اصلا اون بیادرش بود کلکاره یا آمد هم بیادرم آن لاخان ای دیگه ای چیز نداشت که بیاد چطور با انگلیس ها چطور کشیده؟ انگلیس ها شیرمردای شمالی کشید. ببین تاریخ ها، ببین در تاریخ اصلی تمام سربازه که زد انگلیس بود از سمت شمال بود. نامش به نام امان الله خان. امان الله خان کجا شمشیر زد؟ یک شاهزاده بود. بین که نمی وقت افتاد. تاریخ کواز کنی؟ تاریخ کواز کنی؟ من خبرنگار بیطرف همه چیز نشر میکنم. بسیار گپای اینمی نامش افغان انگلیس ماندن. تمام اکثریت سربازای زد انگلیس سمت شمال و تاجک بود. هم منار جام جهالت است چه از کابل یک دونه سیاست انگلیس هم میفهمی که تفرقه پر تو حکومت نوش جانشان ما که جاهل باشیم هر کس حق داره. ما هم یک وقت میرفتیم در هندوستان حق ناق تجاوز میکردیم گاو گوسالشان می آوردیم قدرت داشتیم. امروز وا اینم تو قدرت گرفتن میزنن. آقا میگه که خود ما هوشیار شویم. ای ملت افغان، ای ملت افغان که تو را خواب برده است، بیدار شو ببین وطنت آب برده است. افغان گفتی ملت نشده من. خب به هر صورت مسئله ایست که انگلیس سیاست تفرقه. افغان نیستیم، افغان یعنی پشتون که دلک از خوش میشه دلک از خفه. ما هم خبرنگار به طرف نشرش میکنم. پیشتر آقا سر سیاست های دوگانه انگلیس که تفرقه پر تو حکومت شد. آقا گفت که دشمن تفرقه مندازه. سیاست های نابکار انگلیس دشمن های خانه خراب مکار. تخمیکین کشتی و رفتی به دیار. منظورم انگلیس است. کال ملکی انگلیس رو ببینین که بچی لپ و جب اونه مردش قدر میکنند. دشمنه خانه خراب مکار. تخم کین کشتی و رفتی به دیار. در پس پرده شدی آخر کار. چند با ما بکنی دار و ندار. شهرت جعل تو از نام افتاد. تشت بدنامیت از بام افتاد. هر چی کردی تو به ما از ره کین. گاه با ما بودی گاه به کمین. چون تو مکار ندید روی زمین. استفاده از دویی کردی لعین.
این سخن یاد تو از من باشد. قوم افغان همه یک تن باشد. ظلم ها کردی به این قوم غیور، جورها کردی به ما از ره دور. کی به چشمان تو می آید نور، منزوی گشته ای در کنج تنور. تا به افغان رمق پیدا شد، داد و بیداد تو هم برپا شد. حال کارت به جهان رسوا شد، یک به یک حیله تو افشا شد. کارگر مکر تو زین پس نبود، دشمنی ما و تو هم بس نبود. پژواک بزرگ گفته تا جدا هستین انگشتان اوگار ما، مشت اگر گردیم از آن دندان ها خواهیم شکست. بر کاری که مد بسته گردد، اگر خاری بود گلدسته گردد. وزیر جان یک پس هو در هر کشور، در افغانستان یک 3-4 رقم زبان است، در کشورها 10 زبان است. هیچ مشکلی نیست. هندوستان شما ببینین معدل دموکراسی. مردمای جاهل داریم که یوس میشن و استعمال میشن. بله. بچه راز گفت چرا سر عقل نمیایید؟ مشکل نمیست. باید بین کلیگ اتحاد اتفاق کنن. یک بازی داد استفاده کرد. آمریکا ما را بازی داد. روس ما را بازی داد. کشور به نام افغانستان در تضاد شوروی و بریتیش به وجود آمد. اینمی دو گروه به خاطر که اینمی منطقه یک نقطه را حفظ کنن، به خاطر جنگای بعدیشان اینمی سالای امروزه، اینمی منطقه را به نام افغانستان جور کردن و یک گروه را حاکم ساختن که از لحاظ فرنگی اینمی قلمرو قدامت نداشتن. از لحاظ فقط نام از گروه چیست؟ قوم قبیله را امی نسل که بعد از احمدشاه عبدالی، اصلا احمدشاه عبدالی تیمورشاه یا پادشاهان خراسان بود، شروع افغانستان عبدالرحمن خان است. یعنی دروغ است که میگن احمدشاه عبدالی بنیان گذارش است. شروع افغانستان در زمان عبدالرحمن خان شروع شد، حبیب الله کمی پیش بردش، امان الله خان به شکل رسمی یک کشور به نام افغانستان تعبیر گرفت. حاکمیت های قومی بودن پیش آمدن و اینمی نزاکت ها. ما یک اقوام مختلف و ارزش های متفاوت هستیم که بر اساس یک تیوری آمده ما تحمیل شدیم. اینمی یک کشور باید ساخته شود. اینمی رقم ببین امروز فرنگ هزاره با پشتون چقدر تفاوت داره، فرنگ تاجک با پشتون چقدر تفاوت داره. در یک جای مکتب رفتن شده کجا بود؟ به خاطر مو فرنگ ها کشش که ما یک بخش ما بخش فرنگ خراسان است، یک بخش ما به پشاور میرسیم و به جنوب هند میرسیم. من پیشتر گفتم که انگلیس تفرقه پرت حکومت که شعارش بود. خب این کار ما هم چرا ما غلام باشیم؟ این کار ما هم کردیم. چرا ما غلام شویم؟ بله بله. رهبرای ما چرا غلام و نوکر بوده؟ ما سالها گفتیم رفتیم مبارزه کردیم به خاطر وطن. وقتی که باز جای قدرت رسید گفتیم فرق نمیکنه تو برو رو حاکم شو، مهم است که همین حکومت ما، همین نظام ما، کشور ما سر سامان. ولی نشد. یک تعداد احساس کرد رای حل چیست آقا جان؟ خونه به خون میشویی؟ رای حل چیست؟ رای حل نمیست که باید واقعا اعتماد کنیم، باور کنیم به ارزش های یکی دیگه. بله. من تاجک هستم، من افغان نگو. من تو که تو افغان هستی من برات احترام میکنم. امی قسم از این دوستم که میگه امی اون دو یکی از قدیمی ترین مردم این سرزمین است. چرا نادیده بگیریم؟ گپ ما است که امی چیز تحمیلی که شوه این سرزمین نتیجه نداده. در داشته باشیم اما من به ارتباط گپت پیشتر گفتم انسانیت متاسفانه هیچ کس عمل نمیکنه. انسانیت ها بحث بزرگ است خانم، ما موافق نیستم. امی انسانیت، عدالت، گپای بسیار بزرگ است. ما منطقه گپای بسیار خرد هستیم. بیایم مشکل اصلی ما رو زبانی است، قومی است. اینه میره کل کنیم، ما هم به انسانیت میرسیم، هم به انسانیت میرسیم، هم به عدالت میرسیم. اولویت بندی کنیم. فعلا که در افغانستان همی حالت جریان دارد، نه در این بس همه جنگ قومی و زبانی و خدا غرق کنه هر کسی که قومیت دامن میزنه. راست میگه. بیا این ارزش ها یکی دیگره. انگلیس از آفرین پیشتر من گفتم دشمن های خانه خراب مکار تخمیکین کشتی و رفتی دیدیار. ما به بدبختی به خاطر اینمی انسانیت مهم انسانیت ما. انسانیت من پیشتر گفتم که از پدر پرسید روز یک پسر، بهترین دین ها کدام من ای پدر؟ گفت من با دین ندارم هیچ کار، پیش من دین ها ندارن اعتبار. چون که آورده مردین جدید اختلاف ها بیشتر آمد بدید. کلی ما زیر چتر انسان، اول انسانیت. که مردم بیقدر به اتفاق است در این سر از این سالها انگلیس کار کرده. خمی پیشتر گفتم که دشمن خانه خراب مکار انجام داده کرده. کی از رهبر پشتون بیدار واضح بگویم دیگه. مرده شانه بیبی به چی زد گور میشه از ما زندای ما رو زنده به گور میشه. بسیار زیاد تشکر. بس بسیار جالب است. من امیدوار هستم که زیر یک چتر انسانیت فارغ از هر گونه تعصب من بعد شما جوان ها زندگی کنین که یک را تا چی وقت ما قربانی خواستای انگلیس شویم؟ تفرقه پرت حکومت که